افغانستان با کمبود مواد اولیه خوراکی مواجه نیست. اقدامات اشرف غنی برای جلوگیری از شیوع کرونا و کاهش بهای مواد ارتزاقی و فداکاری های شهروندان برای جلوگیری از کرونا. سلام، به کانال آیسی خوش آمده. دکتر اسحاق جواد و همسرش به جای فرستادن شیرنی فرزند نوزادشان به خویشاوندان، پولش را صابون دیتول خریده و به کارمندان شهرداری توزیع نمودند. همچنان اشرف غنی به مردم هرات گفته است 400 میلیون افغانی غرض مقابله با ویروس کرونا به هرات انتقال می‌یابد. همچنان آقای غنی در ملاقات با سفیر چین گفته است ما می‌خواهیم در شهر هرات همان مبارزه با ویروس کرونا صورت گیرد که شما در شهر ووهان تجربه کردید. غفور علم، عمده فروش مواد غذایی در خشت حختیف خیرخانه کابل گفته است بیایید بالای مردم رحم کنید تا خداوند بالای ما رحم کند. و در عقب فروشگاهش چنین نگاشته است سلامتی شما مشتریان عزیز با ارزشتر از مفاد ماست. تا پایان شیوع ویروس کرونا تمام مواد ارتزاقی به قیمت مندوی عرضه می گردد. این در حال است که حاجی مایل بازرگان نامدار افغانستان قرار وعده ای که کرده بود در نقاط مختلف شهر مزار شریف آرد و روغن را توسط موترهای موظف و به نرخ مناسب در اختیار هموطنان قرار می دهد. حاجی مایل به وعده‌اش وفا کرد. این فروشات سیار را در بلخ، کابل و هرات عرضه کرد. یک بوری آرد را نزدیک به 1500 افغانی و روغن را 400 افغانی. با گزارش از صدای آشنای امریکا، به دنبال افزایش بهای مواد اولیه خوراکی در بازارهای افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که کشورش با کمبود مواد خوراکی مواجه نیست. آقای غنی روز سه‌شنبه 17 مارچ در بیانیه خطاب به شهروندان افغان گفت که به شایعات باور نکنند، چون شمار از احتکار کنندگان با پخش چنین شایعات میخواهند سود ببرند. او افزود که برای ایجاد ثبات در بازار امروز امر توزیع 24 هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی به قشر آسیب پذیر صادر کرده است. رئیس جمهور غنی گفت من برایتان اطمینان میدهم که تمام دستگاه دولت در ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ قیمت ها و عرضه مواد کافی دست به کار است. مطمئن باشید سراسیمه نشوید. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که حکومت تصمیم دارد تا 1000 واگن روغن را که در بنادر شمالی این کشور بنابر مشکلات قانونی متوقف بود بیدرنگ و بدون وضع جریمه طی مراحل کند تا وارد بازارها شود. او افزود برای سهولت ترانزیت هدایت داده شد تا گمرکات عمده سرحدی کشور به گونه 24 ساعته باز باشد. رئیس جمهور غنی گفت که تا 15 روز دیگر 75 هزار تن گندم از هند وارد افغانستان می شود و 50 هزار تن گندم را نیز تاجران افغان از هند خریداری کرده اند. از سوی هم اداره خط آهن افغانستان امروز از وارد شدن 215 واگن اموال تجارتی به شمول 139 واگن مواد خوراکی از مسیر خطوط آهن حیرتان، مزار شریف، آقینه و ترغندی خبر داد. در اعلامیه این اداره آمده است این تعداد واگن ها در مجموع 9014 تن مواد غذایی را که شامل آرد، روغن، برنج و غیره مواد ارتزاقی می باشد وارد افغانستان کرده است. اداره خط آهن افغانستان تاکید کرده است که مقام های کشورهای آسیای میانه اطمینان داده اند که مواد غذایی از این کشورها به شکل عادی از طریق خطوط آهن وارد افغانستان خواهد شد. این اقدامات پس از آن اتخاذ شد که به دنبال بلند رفتن آمار مبتلایان به کرونا ویروس در افغانستان و بسته شدن گذرگاه های مرزی پاکستان با افغانستان قیمت مواد اولیه خوراکی با یک بارگی افزایش یافت. با تشکر از توجه شما عزیزان،
برای جلوگیری از حرج مرج بین مردم کشور، لطفاً این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال آیسی را همراه باشید و سابسکرایب نمایید.